چند تا روزه برای خانوم ها بخونم، مردها شما فریاد بزنید. خانوم ها رسیدید کربلا، ازدحام بود، جلو نرید. آقا امام حسین راضی نیست خانوم ها اذیت بشن، ناراحت بشن. مردها مواظب خانوماتون باشید، گم نشن، یه وقت این ور اون ور نگاه کنن، بخوان دنبال شما بگردن. خانوم ها رسیدید کربلا، بگو اولا آقا شرمندم کربلا نبودم، کمکت کنم. اینو عمیق بگو، نه اینجور که من گفتم، زجه بزن بگو. به خدا اگر عمیق بگی، یه وقتی دیدی اسم تو جزو یاران و حسین در عاشورا نوشتم. ثانیاً اومدم امام زمانم رو کمک کنم، بگو آقا ازم بپذیره. خانوم ها رسیدید کربلا، سلام بدید به آقا، سلام بدید به زینب کبرا، بعد بگید شرمنده ایم، ما تو این راه هرچه دیدیم احترام بود، کسی چادر از سر ما برنداشت، کسی ما رو تازیانه نزد به جربه عزادار حسین. همش احترام بود، هرچه دیدیم احترام بود. نمیدونم شما بعضیاتون لابد با خانواده هاتون اومدید، حالا خانوما هم دارن میشنون دیگه، عیبی نداره. بین الحرمین بعضیا با خانواده وای میستن، عکس یادگاری میگیرن، خب نوش جانتون، ولی یادت باشه اینجا یه مردی رو زمین افتاد، خانوادهشو به اسارت بردن. یادت باشه. بعضی ها نمیدونم چیزی دلشون میاد، دست به گردن برادرشون میندازن بین الحرمین رو به حرم ابوالفضل، میگه من اینجا میخوام یه عکس یادگاری بگیرم. باشه، نوش جان شما، ولی اینجا یه برادری برادر از دست داد، فریاد زد الان این کسر از زهری، این هم یادت باشه. خانوم ها رسیدید کربلا، سلام بدید به زینب کبرا، بعد بگید شرمنده ایم، ما تو این راه هرچه دیدیم احترام بود، کسی چادر از سر ما برنداشت. گریهاتو تو راه بکن، رسیدی کربلا، این گریه ها به صورتت آبرو داده، وارد کربلا میشه، اونجا دیگه غرق نصرت دین خدا باش و بخواه که امام زمان بپذیره ازت یاری تو.